داستان‌های فارسی. پروانه. روزی روزگاری کرمی روی درختی زندگی می‌کرد. ولی کرم ما موجود چندان خوشحالی نبود. فوق‌العاده از بدن بزرگ و کندش متنفر بود. اون جمبورا رو ببین. اون مورچه‌ها رو نگاه. یه نگاهی هم به من بنداز. خیلی دوست داشتم میتونستم مثل اونا پرواز کنم و بدوم. ولی کرم قصه ما هر چقدر تلاش میکرد نمیتونست پرواز کنه. همش سینه خیز میرفت و با ولع برگ درخت ها رو میخورد. مورچه های بدجنس کمکش نمیکردن. هی کرم کنده تنبل، آخه چقدر غذا میخوری؟ یکم استراحت کن و یکم برگ برگ بقیه ماها بذار. حق برای چی؟ من همیشه خدا گشنمه. بخور کرم کوچولو، اینا همش روند بزرگ شدنته. دیگه باید چقدر غذا بخوره تا بزرگ شه مادر بزرگ؟ آه یکم دیگه و یه جوری بزرگ میشه که حتی تو هم نمیتونی اونو بشناسی. بخور و استراحت کن، اصلا نذار هیچ کس اذیتت کنه. خیلی ممنونم مامان بزرگ، ولی من خیلی هم از خودم خوشم نمیاد. حالا با گفتن این حرفت به مادر طبیعت توهین میکنی. اون تمام موجوداتو به زیبایی که ممکن بوده خلق کرده. صبر کن، هنوز خیلی مونده تا بزرگ و قوی بشی و همینطور که هستی واقعا بی عیب و نقصی. اینو یادت باشه. کرم به سینه خیز رفتن و خوردن ادامه داد تا تابستون جاشو به پاییز داد و درخت ها برگای قرمز، نارنجی و زردشونو روی زمین ریختن و دنیا رو به رنگ ارغوانی درآوردن. همینطور که برگا می ریختن، جیرجیرک‌ها و زنبورای کوچولو و کفش دوزک‌ها با برگا پرواز می کردن و برگا رو تا روی زمین دنبال می کردن. کرمم می خواست دنبال همشون بره، ولی هیکلش برای این کار خیلی سنگین و بزرگ بود. اون با یه ضربه می افتاد. واقعاً آرزومه بتونم با این برگا پرواز کنم و یا اینکه دنبالشون بدوم. به زودی پاییز جاشو به زمستون داد. روزا کوتاه‌تر شدن و شبها طولانی و بلند شدن. یه روز کرم قصه ما خوابش اومد. تا حالا تو عمرش انقدر خوابالود نبود. شاخه محکمی پیدا کرد که روش بخوابه و پیله زخیمی دور خودش تنید. بعدش کرم کوچولو خمیازه بزرگی کشید و به خواب عمیق عمیقی رفت. زمستون فرا رسید و جک فراست هم از راه رسید. خب ببینم اینجا چی داریم؟ کاری بهش نداشته باش جک فراست. چشم مادر بزرگ. بعد پادشاه مینتر اومد و به کرم کوچولو که تو پتوش خوابیده بود نگاه کرد. سلام دوست کوچولو، بخواب. همین جور که مادر طبیعت جادوی خودشو برات انجام میده بخواب. خوب بخواب. زمستون برای 4 ماه طولانی ادامه داشت. ما همینطور که تمام دنیا در حال استراحت بودن، فرشته های کوچیک طبیعت دست به کار شدن تا تمام شکوفه و گلای خفته و تمام موجوداتی که توی ماهای سرد در حال استراحت بودن و بیدار کنن. پرتوهای گرم خورشید یخا رو ذوب کردن و با گرما و تابششون زمین رو پوشش دادن. کرم قصه ما هم از خواب بیدار شد. ولی حالا زمستون تموم شده بود. توی پیله زخیم حسابی گرم شده بود و میخواست زودتر آزاد بشه. مورچه کوچولو دائم بهش نگاه میکرد. مادر بزرگ، فکر میکنم خیلی وقتی که کرم خوابیده. به نظرت اصلا بیدار میشه؟ آره بیدار میشه. وایسا، داره تکون میخوره، داره بیدار میشه. صبر کن ببین چی میشه عزیزم. بنابراین مورچه نگاه کرد.
به خوبی میدید که کرم بزرگ چطور سعی میکنه پیله خودشو پاره کنه. انگار زحمت خیلی زیادی بود. مادر بزرگ انگار خیلی تقلا میکنه. بیا بریم کمکش کنیم. آه نه، همینجا صبر کن. این تلاشا برای اون خیلی مفیده. فقط منتظر باش و نگاه کن. ولی هر کاری میگم بکن. یه دقیقه یه دیگه دلیلشو میفهمی. انگار خیلی طول کشید، ولی بالاخره شکافایی توی پیله دیده شد و کرم کم کم پیدا شد. ولی ببینم این واقعا چیه؟ این چیه مادر بزرگ؟ پس کرمه کجاست؟ واقعا خودشه؟ آره، من همون کرم گندم، ولی دیگه گنده نیستم. واقعا خودم هم مادر بزرگ. بله خودت هستی با بالای قشنگت. یوهوهو، حالا میتونم تمام برگایی که دوست دارم رو تعقیب کنم و با تمام کفش دوزک و زنبورا بازی کنم. حق با تو بود مادر بزرگ. مادر طبیعت برای من معجزه کرد. عزیزم، تقلایی که دیدی برای بیرون اومدن از پیله انجام میده تمرین و ورزش برای بالاش بود تا قوی بشن و تو پرواز کردن کمکش کنن. هرگز فکرشم نمی کردم اون کرم بزرگ بتونه پرواز کنه. حالا به نظر من اون فوق‌العاده زیبا شده. همون موقع کرم خوشگلی نبود، حالا هم به یه پروانه زیبا تبدیل شده. همه ما دائما داریم تغییر می کنیم، بنابراین نباید هرگز کسی رو زشت، کند یا هر چیز دیگه‌ای قلمداد کنیم، چون همه ما در نهایت به شکل بهتری از خودمون تبدیل میشیم. مادر طبیعت زندگی رو اینطوری طراحی کرده. ما فقط در حال قوی تر شدن و زیباتر شدن، اونم از لحاظ ظاهری نیستیم، بلکه توانایی ما توی کارای خوبم بهتر میشه.